حکایت حاکم نیشابور و کشاورز. روزی از روزها که مثلش فراوان، حاکم نیشابور یک روز برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورد. روستایی بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس گرانبهایی بر او پوشاندند و حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می زد، به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. اما همین که دهقان بینوا خواست حرکتی بکند، حاکم کشیده محکمی بر پس گردن او نواخت. همه حیران از آن عطا و حکمت و از این جفا منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید. حاکم گفت آیا بیش از این مرا می شناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم، در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن، و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل، من سال هاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزی هم میخواهم و هنوز اجابت نشده. آن وقت تو حکومت نیشابور را میخواهی؟ یک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی، این کشیده هم تلافی همان کشیدهی که به من زدی. فقط میخواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرقی ندارد. فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخواه، فقط بخواه و زیاد هم بخواه. خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست، اما بخواستت ایمان داشته باشه.